یکی از چیزهایی که من در زندگی به تجربه اونو دریافت کردم که البته توی کتاب هم هست، اونم اینه: ما دنبال رسیدن به صد باید باشیم. فکرمونم باید این باشه کارمون رو خوب انجام بدیم، اما اینکه تمامی مقدمات آماده باشه و اگر در حال رسیدن مثلا به 90% هستیم یا 80% هستیم دل سرد بشیم، این اشتباهه. یکی از چیزهای دیگه‌ای که دریافت کردم اونم این هست: ما بازی نیومدیم بکنیم تو دنیا. همین دنیا واقعی ترین چیزه. درسته مثل خوابه، درسته مثل خیاله، درسته اگر تمام اون جوانبشو در نظر بگیریم به نظرمون مسخره میاد، اما همینی هست که هست. تو این دنیا اومدیم اون چیزی رو که هستیم نشون بدیم. بنابراین بازی کردن با دیگران ما رو از خودمون دور میکنه. خیلی تو فیلم های خارجی دقت کنید، مخصوصا فیلم های غربی، به دانش آموزا، به بچه ها میگن دنبال رویاهاتون برید. اصلا مهم نیست درس بخونید یا هنرمند باشید یا ورزشکار باشید. ممکنه هر کسی تو یه چیزی استعداد داشته باشه، دیگری نداشته باشه، لازم نیست همون مسیر رو بره. پس اگر رسیدید به اینکه کاری رو باید انجام بدید، انجام بدید. منتظری نباشید پدر و مادرتون کمکتون کنن. اونا خودشون تو کارهای خودشون موندن. منتظر نباشید معلمتون استعدادتون رو کشف کنه. اونها در فکر و ذکر کار خودشون هستن. همین جامعه هستیم که میبینیم دیگه. منتظر نباشید یک گروهی بیاد فیلم برداری کنه، مثلا چون تو اون مدرسه پسر خالتون رو استعدادش رو کشف کرده، اینجا هم مثلا بیان شما هم بازیگر بشید، یا چون پدرتون رفته توی جایی موفق شده شما هم برید دنبال اون موفقیت به دست میارید. موفقیت اگر پول باشه شاید، اما خودتون رو به منصه ظهور برسونید، اون موفقیته. من یکی از شاگردهام که خیلی دوستش داشتم، برام عزیز بود، بیادبی هایی میکرد. حالا چون خیلی باهوش بود فکر میکرد مثلا من یه جورایی نمیتونم اونو بذارم کنار، توهم زده بود، اما درس آخر رو خوب یاد گرفت. معلم همیشه باید یه قدم جلوتر از شاگردش باشه، وگرنه جاشون عوض میشه. من به معلم‌ها توصیه میکنم رابطه معلم و شاگردی رو حد و حدودش رو بدونن. انقدر رفاقت رفاقت که میگن معنی داره. رفاقت دوتا دوست یا بهترین دوست اصلا قابل مقایسه با معلم و شاگرد نیست. اون باید بمونه، که متاسفانه بعدی رعایت نمی کنه. کسی که به شما بی احترامی میکنه، بی ادبی میکنه، باید با او برخورد کنید. یک آتش نشان اولین وظیفه‌اش چیه؟ نجات خودش، حفظ جان خودش. اگر تو ساختمون گیر کرد و بین این که خودش رو نجات بده و دیگری رو نجات بده، خودش رو نجات بده، کار عقلانی کرده. ما معلم ها بین این که شخصیت خودمون رو حفظ کنیم و دیگری رو رشد بدیم، باید شخصیت خودمون رو حفظ کنیم. ما وظیفه نسبت به یه نفر تا حدی داریم که باید. تازه این رو بدونید، معلمی که خودش رو خورد کنه هیچ جا حساب نمیشه. شاید اون آتش نشان یه 1% احتمال بده جون دیگری رو نجات میده، اما توی این مقایسه ای که گفتم هیچ چیزی برای معلم ایجاد نخواهد شد اگر شخصیت خودش رو حفظ نکنه.